رسانه‌ها چندی پیش از طرح جدیدی در دولت خبر دادند که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران قصد دارد اوراق کالای نفت را در بازار داخلی عرضه کند و به گفته خودشان مردم به جای خرید سکه، طلا و ارز برای سرمایه‌گذاری این اوراق نفتی را با تاریخ سررسید مشخصی خریداری کنند و از قبل افزایش قیمت نفت سودآوری کنند. البته طبق نوشته این رسانه‌ها جزئیات این طرح مشخص نشده است. طرحی مشابه البته با تفاوت‌های مهم در مرداد ماه سال 99 از سوی دولت روحانی برای جبران کسری بودجه دولت و در شرایط تحریم‌های اقتصادی مطرح شد که به طرح گشایش اقتصادی مشهور شد، اما قویاً از جانب مجلس رد شد. سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است، خرید نفت جای سرمایه گذاری است. دولت روحانی یک بار دیگر هم بحث انتشار اوراق سلف نفتی به میزان 70 هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه 1400 گنجاند که باز هم توسط کمیسیون تلفیق بودجه رد شد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مخرب دانست. گفتیم ما اینجا در صورتی موافقت میکنیم که دولت بگه ما فروش قطعی انجام میدیم. فروش قطعی یعنی چی؟ یعنی اگر ما مثلا 2,500,000 تا در شرایط عادی فروش نفت داشتیم، بگیم آقا 500,000 تا 1,000,000 رو در این روش میفروشیم. طبق طرح دولت 13 شرکت ملی نفت ایران بر اساس نفت موجود در مخازن و نیز منابع قابل استحصال نفت کشور اوراق نفتی را به صورت عمومی منتشر می‌کند و هر کس که تمایل به خرید نفت داشته باشد می‌تواند به میزان مشخصی این اوراق را خریداری کند. طبق گفته شرکت ملی نفت این اوراق به صورت اوراق سپرده کالایی منتشر خواهند شد. اوراق سپرده کالایی به اوراق بهاداری گفته می‌شود که دارنده آن مالکیت میزان معینی از نفت را اثبات می‌کند. مدیر عامل بورس انرژی در توضیح این طرح گفت با توجه به اینکه اوراق سپرده کالایی صرفاً منجر به تحویل فیزیکی کالا خواهد شد، لذا تسویه نقدی در این نوع گواهی فروش اوراق مطرح نیست. تحویل فیزیکی نفت با حرف‌های مدیر عامل شرکت ملی نفت مبنی بر اینکه مردم می‌توانند به جای دلار، سکه، ارز، زمین و مسکن نفت خریداری کنند تا حدی در تناقض است، چرا که اگر بحث تحویل فیزیکی نفت مطرح باشد مردم عادی نمیتوانند چنین سرمایه گذاری انجام دهند و این فقط برای شرکت های نفتی و فعالان بازار نفت به عنوان خریدار نهایی کالا مطرح است. بنابراین حتی اگر مردم عادی که در شرایط عادی دلار و سکه میخرند اوراق نفتی خریداری کنند و نتوانند اوراق خود را در نهایت به شرکت‌های نفتی بفروشند، خودشان باید کالا را از انبار تحویل بگیرند که این امر چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. بدین معنی که یا باید انباری برای ذخیره این نفت داشته باشند یا اجاره کنند و یا اینکه باید بتوانند با اجاره یک کشتی نفت را صادر کنند. در حالت کلی در سطح جهان قراردادهای آتی نفت با هدف تحویل فیزیکی نفت انجام نمی‌شوند، چرا که حجم معاملات انجام گرفته در بورس‌های آتی چندین برابر و گاهی حتی چندین هزار برابر میزان تولید نفت است و امکان تحویل همه آن در تاریخ سررسی تقریبا محال است. از طرف دیگر فرایند تحویل فیزیکی نفت برای افراد سرمایه‌گذار و نه شرکت‌های نفتی به حدی پردردسر و پرچالش است که آنها به هیچ عنوان به فکر تحویل گرفتن نفت نخواهند افتاد و حتی فرایند آن را نیز از یاد می‌برند و به آن فکر نمی‌کنند. به همین دلیل این طرح با توجه به اینکه موضوع تحویل فیزیکی کالا مد نظر است به هیچ عنوان کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که میزان مشارکت کنندگان بازار بسیار پایین است. فارغ از این موضوع طرح جدید فروش اوراق سپرده کالای نفت با طرح اوراق سلف نفتی دولت روحانی تفاوت‌های بزرگی نیز دارد. اول اینکه طرح جدید مبتنی بر تحویل فیزیکی نفت است، اما در طرح دولت روحانی تسویه نقدی با دولت امکان پذیر بود و دولت وکالت فروش نفت را از جانب خریدار دریافت می‌کرد. دوم اینکه طرح جدید اوراق سپرده کالای نفت نرخ بهره تضمین شده ندارد و سود فقط از جانب نوسان قیمت نفت است، اما طرح دولت روحانی بهره تضمین شده به میزان سود سپرده سالانه داشت، یعنی حتی در صورت کاهش قیمت نفت باز هم خریدار سود می‌کرد. با سازوکاری که آماده میشه
یک اطمینانی داده میشه که از آنچه که سود بانک هستش این کمتر نمیشه. سومین که طرح جدید بدهی دولت را به سالهای بعد منتقل نمی کند، چرا که نفت به صورت فیزیکی تحویل خریدار میشود، اما طرح دولت روحانی منجر به انتقال بدهی ناشی از بازپرداخت اصل پول و بهره اوراق به سالهای بعد میشد که در نهایت به چاپ پول ختم میشد که مجلس دقیقاً به همین دلیل آن را رد کرد. چهارم این که طرح جدید مختص فعالان بازار نفت و شرکت‌های نفتی است که دارای انبار هستند، اما طرح دولت روحانی برای همه سرمایه‌گذاران بود، چرا که در نهایت با پول نقد از بازار خارج می‌شدند. پنجم این که در طرح دولت روحانی با توجه به اینکه تسویه با خریدار به نرخ ارز نیمایی بود، بار بدهی دولت به دلیل نوسانات نرخ ارز سنگین‌تر بود و در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و رشد تورم میشد، اما در طرح جدید با توجه به اینکه تحویل فیزیکی کالا مد نظر است، ریالی یا ارزی بودن سرمایه گذاری اهمیتی ندارد، چرا که اصل کالا به صورت فیزیکی باید تحویل داده شود.